با سلام به شنوندگان رادیو پیام، امروز شنبه 19 مرداد ماه 1392 دهم اوت 2013 امیر هستم و به اتفاق خانم فرشته ناجی خبرنگار و فعال حقوق بشر در خدمت شما هستیم. من ابتدا سلام میکنم به شما خانم ناجی و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو ما دادین. به هر حال خبرهای خوبی هم هست، اجازه بدید که با شما خود شما شروع کنیم، یه توضیح از وضعیت خودتون و شرایطی که الان دارید آغاز کنیم این بحث رو و بعد ادامه بدید. درود بر شما و تمامی شنوندگان رادیو پیام. خب فرشته ناجی حبیب‌زاده هستم، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار. خب من 3 ساله که در ترکیه هستم. فعالیت قبلم در ایران خب روزنامه کار خبرنگاری و روزنامه نگاری رو انجام میدادم، همینطور کار فعال حقوق بشر بودم. در یونسکو 2 ماه کار تحقیق مردم محقق یونسکو بودم، کار مردم شناسی میکردم و خب در حال حاضرم در خدمت شما هستم. یه برنامه حمایت از پناهنده و پناهجو در رادیو مادر در مریلند امریکا دارم و همکنم که در خدمتتونم. خواهش میکنم. ما به هر حال میدونیم که وضعیت زنان در خصوصا زنان پناهجو بسیار مخاطر انگیز، شرایط بدی رو دارند. این در واقع میشه اون ظلم مضاعفی که جامعه تحمیل میکنه، هم زن بودن و هم پناهجو بودن خودش دو مشکل بزرگ هست که قطعا شما هم با اون روبرو هستید. آیا میخواد یه قدری کوتاه راجع به مسئله صحبت بکنید که زنان اصولا با چه مسائلی درگیر هستن و بعد ببینیم آیا با همدیگه میتونیم یک سری برنامه های رو در این رابطه تولید بکنیم تا وضعیت زنان رو بیشتر توضیح بدیم برای شنوندگان و بینندگان این برنامه؟ زن چه در ایران و چه در خارج از ایران مشکلات، و میدونید که زن بودن یک گناهه برای ایرانی، حالا ایرانی، افغانی و شاید عرب ها. زن بودن گناه و اینکه ما خب مشکلاتمون خیلی زیاده. چه در ایران مشکل داشت، میدونید که ایران زن نصف مرد حساب میشه، حتی نصف جنین یک مادر، یعنی اگر جنین پسر باشه خب به تبع اینو داریم که مادر نصف اون حساب میشه. و خب بگذاریم از مشکلاتی که توی ایران ما همه داشتیم و الان خانم ها در ایران دارن. حق ازدواج، وقتی به زور ازدواج میکنن، حق طلاق ندارن، هر جوری که دلشون بخواد با اون زن رفتار میشه. و وقتی که از کشور میان بیرون، چه اون تحصیل کرده چه اونی که تحصیلاتی نداره و اومده بیرون به دلایل اجتماعی، با مشکلات خیلی بدتر از اون چیزی که در ایران وجود داره روبرو میشه. اولین مشکل که وارد کشور بیگانه میشی، حالا تو هر کشوری فرق نمیکنه، میخواد اروپایی باشه، امریکایی باشه و یا خب همین ترکیه که من الان درش هستم، اولین مشکل اینه که وقتی وارد میشی هیچ سازمانی، هیچ جایی نیست که حمایتت کنه. یعنی وقتی خودتو به یونسیار معرفی میکنی، بی در کجایی، نمیدونی باید کجا بری، به کی پناه ببری. آیا اگر پولی همراهت باشه خب اوکی، میتونی بری هتلی بری یا مسافرخونه بری، جایی بری که تا اینکه یه جایی با اون شهر آشنا بشی. مثلا مشکل زبان بسیار مشکل عدیده‌ای هستش و خب وقتی وارد میشی هیچ کس رو نمیشناسی، هیچ کس رو، مگر اینکه خب از قبل بدونی که چه کسانی هستن و بهت کمک کنن. البته این مشکل تنها برای خانم ها نیست، برای آقایون هم هست، ولی برای خانم ها خیلی بیشتر، یعنی خطر بیشتر خانم ها را حاصل میکنه. یه آقا میتونه بره تو ترمینال بخوابه، ولی خانم تو ترمینال تو خیابون نمیتونه بخوابه. به طبع افراد سودجو در اون شهر وجود دارن و خب دختری که از راه میرسه و میبینه که هیچ کس حمایتش نمیکنه، امکان داره خانومی با چهره خیلی عالی سر راهش سبز بشه، ببرتش خونش و اگر حالا چجوری بگم،
این چیزها رو به عینه بعضی وقتا لمس کردم خود من و بعضی اوقات دیدم که سوء استفاده هایی ازشون میشه، مخصوصا در ترکیه. و این که فروش دختران در ترکیه، حالا اصطلاح فروختن دخترها در ترکیه یه چیز مرسومیه، حالا به این شکل نیست که مثل ایران دخترها بفروشن به عرب ها و دیگه اون دختر بره اون طرف، نه، این حسابش طوری دیگه است. حالا در برنامه، اگر برنامه ای وجود داشته باشه و بتونیم با هم همکاری داشته باشیم و برنامه ای بذاریم، این رو دوست دارم از زبان دوستانی بشنویم که میان در این برنامه صحبت میکنن. بله ببخشید من اینجا یه مکسی بذارم، ما قطعا این کار رو خواهیم کرد. میتونید راجع به این فروش دختران یه قدری بیشتر توضیح بدید که اون کسی که برنامه رو میشه حداقل بتونه لمسش کنه و بعد با کمک شما بتونیم یک سری برنامه ها رو تهیه کنیم که مصاحبه ها و گفتگوهای رو ایجاد کنیم که حداقل این موضوع بیشتر بشکافه. خواهش میکنم. فروش دختران اینجا به این معناست که دختر رو میبرن برای یک فرد ترک و یه پولی برای اون دختر میگیرن و یه پولی برای خودش. البته این دیگه بعضی اوقات اون دختر راضی هستش و خب به وقتی بی پولی بکشه خب براش مجبور میشه به این راه کشیده بشه. این لفظ دختر، فروختن دختران هستش. و حالا امیدوارم یه روزی بشه که از زبان دختران این حرفا زده بشه که توی این راه افتادن و بدبختی هایی توی این راه کشیدن. من در خدمتتونم اگر سوالی خواهش میکنم. بعد این به هر حال من این سازمان ها این یو ان پلیس این موردا رو میدونن، این مشکلات زنان و به هر حال این وضعیتی که برای دختران و زنان هست، این از اون آگاه هستن؟ والا من UNHCR رو خبر ندارم، ولی پلیس اینجا من وقتی که اومدم خیلی منو حمایت کرد و به تب نمیتونم من هیچ حرفی بزنم در این رابطه، چون از UNHCR خبر ندارم که از این مسائل خبر داره یا نه. ولی روزی که من به پلیس پناه آوردم، پلیس حمایتم کرد، برخورد شدید با خیلی از این آدم ها کرد و همین باعث شد که خیلی از دشمن من توی این شهر پیدا کنم. تا حالا شده که از این دخترها بخوان برحال این معضلات رو مطرح بکنن به جنب منابع در واقع حقوقی ترکیه یا سازمان ملل که برحال راه چاره‌ای براشون پیدا بشه؟ راستش من ندیدم تا این لحظه و اجازه بدید که در یک زمان دیگه مفصل در این رابطه باشه. خود من صحبت کنم، البته نه در ترکیه، در شهر کشوری دیگه. باشه حتما حتما. بله بفرمایید. صحبت کردید که بتونیم با هم برنامه رو، من خیلی خوشحال میشم اگه ما بتونیم یک سلسله برنامه ها با هم دیگه در این زمینه تولید کنیم. آیا چیزی تو ذهنتون هست که بتونیم این به هر حال آیا برنامه رو نام نهادید به قول معروف، چیزی طرحی تو ذهنتون هست که ما بتونیم وضعیت زنان در ترکیه رو به طور مشخصتر روشن کنیم برای کسایی که در خارج از اون هستن؟ من کلا یه برنامه رو در نظر گرفتم، البته با مشورت با شما، به اسم زن و جامعه. البته اسم این چیز یکی از اسم این برنامه رو یکی از همکاران خوبم آقای زمان فعلی با مشورت ایشون گذاشتیم و در رابطه با مشکلات زنان در ایران و وقتی که از ایران میان بیرون با چه مشکلاتی روبرو میشن. فقط در ترکیه این نیست، حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی هم این مشکلات هست. سعی میکنم که خب بیشتر از زنان ایرانی و افغانی استفاده کنم و همچنین مشکلاتشون در حالا ایران و وقتی که اومدن ترکیه و یا وقتی به کشورهای اروپایی و امریکایی رفتن چه مشکلاتی سر راهشون قرار گرفتن. ترجیح میدم که از تمام زنان، یعنی مشکلات زن رو به طور کلی و جامعه اطرافش رو به تصویر بکشیم. حالا امیدوارم میتونستم که به تصویر بکشم، ولی خب یعنی طوری صحبت کنن این دوستان که بشه
تصورش کرد در ذهنشون دوستان عزیز. بسیار چیز جالبی خواهد شد. من ممنونم از شما. پس اینجا میتونیم به شنوندگان رادیو پیام این نویدو بدیم که با کمک خانم فرشته ناجی ما در آینده نزدیک سلسله برنامه های به نام زن و جامعه خواهیم داشت که به بررسی وضعیت زنان خصوصا زنان پناهجو در کشورهای مختلف بالاخص در ترکیه خواهیم داشت. خیلی عالیه خانم ناجی، خسته نباشین، دست شما در نکنه به خاطر همکاری که با ما دارین، بتونیم هر دو با هم دیگه کمکی باشیم تا این وضعیت رو به نوعی به تصویر بکشیم و به هر حال تا اونجایی که میشه جامعه جهانی رو به این موضوع در واقع هدایت کنیم تا بتونیم شاید گره‌گشا باشیم برای مسائلی که این عزیزان با آن درگیر هستند. من ممنونم از به هر حال این طرح و نظر و کاری که انجام میدید و صحبتی که تا حالا داشتید. اگر صحبتی هست در پایان این گفتگوی در واقع معرفی نامه برنامه زن و جامعه، من در خدمت هستم. من سپاسگزارم از شما که این وقت گذاشتید، که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که من بتونم این رو به قول شما به نوعی تصویر بکشم، و همچنین امیدوارم که شنوندگان عزیز همکاری کنن. اگر عیب و ایرادی در این برنامه ها میبینن، سلسله مراتب این برنامه ها میبینن، خب با فیسبوک خودم شخصا یا با شما در میون بذارن و کاری کنیم که این برنامه خیلی پربار باشه. بله، خواهش میکنم. من اینجا هم باز دعوت میکنم از کسی، هر کسی که مایل هست تو این زمینه همکاری کنه، چه با من چه با خانم ناجی تماس بگیره که بتونیم به هر حال تا اونجایی که میشه از همه ابعاد مسئله زن و جامعه رو تحت پوشش قرار بدیم. منم از شما سپاسگزارم. پس ما در آینده خیلی نزدیک شاهد خواهیم بود برنامه هایی رو که در واقع توسط خانم ناجی تولید میشن. سپاسگزارم از شما و دستتون رو به گرمی میفشارم. همچنین منم از شما سپاسگزارم. بدرود میگم به تمامی شنوندگان و همچنین شما. بدرود.